سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر ورود پلیس به ماجرای خونه وحشت امیر تتلو. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همونطور که در هفته‌های اخیر و توی فضای مجازی طی جنجال‌های زیادی و افشاگری تندی که سحر قریشی بازیگر سابق ایرانی از حضورش در خونه امیر تتلو خواننده معروف و پرطرفدار ایرانی گفته و همینطور حرف‌ها و شایعات و جنجال‌ها و افشاگری‌های بقیه افراد که ماجراهای خیلی زیادی رو روشن کردن، حالا پلیس ترکیه به این پرونده وارد شده. همونطور که مطمئنن همه ما این ماجراها به گوشمون رسیده یا خیلی از اونهایی که طرفداران تتلو بودن این ماجراها رو دنبال کردن، سحر قریشی بازیگر سابق ایرانی توی هفته‌های گذشته افشاگری‌های تند و بی‌سابقه‌ای در مورد اون 6 ماه حضورش در خونه تتلو داشته. سحر قریشی توی ویدیوهایی که توی یوتیوبش منتشر کرده حرف‌های عجیبی در مورد آزارها و شکنجه‌های این آدم روی خودش و همچنین این دختران دیگه که خیلی از اونها زیر سن قانونی بودن گفته. سحر در مورد این گفته که تتلو دخترها رو آزار و اذیت می‌کرده، اونها رو مورد تجاوز قرار می‌داده، بهشون داروها و مواد مخدری می‌داده که اونها اصلا توی حال خودشون نباشن و اصلا خیلی هاشون یادشون نمی‌اومده که چند روز اونجا هستن. در ادامه هم که می‌دونین حملات زیادی به سحر قریشی شد که خودت دوست داشتی و رفتی، تو عاشق تتلو بودی، ویدیوهایی که منتشر شد، استوری هایی که گذاشتین کاملا مشخص بود، حتی خبر از ازدواجتون دادین، خانواده تتلو اونجا حضور داشتن که سحر قریشی چندین و چند بار در مورد این مسائل روشنگری کرد و با التماس از دختران نوجوان و جوان خواست که گول این آدم رو نخورن. بعد هم که خیلی ها اومدن و شهادت دادن که ما هم توی خونه تتلو مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم، هرچند که خیلی های دیگه از ترس خانواده و آبروشون همچنان حرفی نزدن و به قول سحر قریشی خیلی ها هم همچنان توی اون خونه زندانی هستن و مثل یه برده باید به امیر تتلو سجده کنن، ازش پیروی کنن و هر حرف مخالفی که بزنن مورد شکنجه قرار میگیرن و ممکنه چندین ساعت کتک بخورن. خیلی ها هم به سحر قریشی حمله کرده بودند که چرا به پلیس خبر ندادی، چرا فرار نکردی، که اون گفت سیستم ترکیه کاملا سیستم فاسدیه و پلیس ترکیه و مامورهایی که جلوی در میومدن خودم دیده بودم که پول میگرفتن و میرفتن، پس کاری از دستم بر نمیومد، جلوی درها مامور داشت، ما توی یه شهرک بودیم و من نمیتونستم فرار کنم. یک باری هم که سعی کردم فرار کنم اونا منو گرفتن و این باعث شد که کتکهای بیشتری بخورم. سحر قریشی حتی در مورد این مسئله صحبت کرده بود که امیر تتلو دخترها رو گول می‌زده و توی پیجش به اونها میگفته که برن ثبت احوال و بخوان که اسمشون رو عوض کنن، اسم ائمه رو بذارن که خیلی سریع بهشون شناسنامه بدن و اونها بتونن موقع گرفتن شناسنامه با پرداخت زیرمیزی سنشون رو بالاتر ببرن و بتونن از پیش خانواده‌هاشون از ایران فرار کنن و به خونه اون برن و کسایی که عاشقشن در کنار اون زندگی کنن. سحر قریشی گفت بود دختران زیر سن قانونی تعداد زیادی توی خونه تتلو هستن. چند نفر تونستن فرار کنن، چند نفر برگشتن ایران، خیلی ها توی ترکیه آواره شدن، مورد آزار و اذیت افراد دیگه قرار گرفتن و برای آزار دخترها دخترای کوچیکتر رو جلوی اونها لخت میکردن و کتک میزدن و به سحر قریشی مخصوصا میگفته که اگر میخوای این دخترها کتک نخورن برو زیر دست تتوکار بشین و اون رو مجبور میکرده که روی دستها و پاها و صورت تو بدنش تتوهای رنگی بزنه. حتی سحر قریشی گفته بوده که همه اون دخترها مجبور بودن که عکس تتلو رو روی دستها و بدنشون و یا حتی روی سرشون تتو کنن.
بعد از اون هم ادیتور و فیلمبردار تتلو شهادت دادن که ما هم وقتی توی خونه تتلو بودیم و وقتی که باهاش همکاری داشتیم این چیزها رو دیده بودیم، اما نمیتونستیم حرفی بزنیم. ما فقط تونستیم خودمون فرار کنیم و دیگه باهاش همکاری نکنیم. حتی موری همکار سابق تتلو هم شهادت داده بود که تتلو به همسر اون هم پیشنهادات بی‌شرمانه‌ای داده بود و از اون خواسته بود که موری رو ول کنه و با اون باشه و به خونه تتلو بره و در کنار اونها زندگی کنه. اما در طی لایوی که در هفته گذشته داشتن، دنیا جهانبخت با حرفهای سحر قریشی مخالفت کرد و گفت تو میتونستی فرار کنی، توی عکس‌ها گوشی دستت بوده، میتونستی با کسی تماس بگیری، توی کنسرتش که بودی میتونستی به افرادی بگی، پس خودت هم دلت میخواسته که اونجا باشی، تو دوستش داشتی، عاشقش بودی، بعدن بینتون اختلافاتی پیش اومده، حالا داری پشت سرش این حرفا رو میزنی. که سحر قریشی هم توی اون لایو امین فردین حاضر شد و دوباره همه ماجرا رو توضیح داد و خیلی از ماجراهای پشت پرده رو دوباره افشا کرد. حالا هم که خونه تتلو توی فضای مجازی خونه وحشت نام گرفته و خیلی ها به صورت ناشناس حرفهای سحر قریشی رو تایید میکنن و میگن که سحر داره کاملا راست میگه و دخترهای ایرانی زیادی اونجا تحت شکنجه و آزار و اذیت این آدم قرار گرفتن. حالا هم امیر دیوا، دوست قدیمی و همخونه تتلو که توی چند ویدیوی آزار و شکنجه دخترها هم حضور داشته، گفته نمیتونسته دخالتی کنه. نوشته من اگه دخالت میکردم ممکن بود اتفاقات بدتری بیفته. از سحر قریشی دلجویی کرده و گفته ممکن بود اتفاقات بدتری بیفته چون جوگیره. خدا رو شکر که الان روبه رشد و موفقیت هستی و کابوس‌ها تموم شده. امیدوارم به زودی تو ایران روی پرده سینما ببینمت. و این مسئله خودش نشونگر اینه که امیر دیوا به عنوان دوست و همخونه تتلو هم این ماجراها رو تایید میکنه. هرچند که در چند ماه گذشته دختران زیادی با انتشار ویدیوهایی از خودشون در فضای مجازی این مسئله رو به شکل علنی اعلام کرده بودند که از سمت این خواننده مورد تجاوز و آزار و شکنجه قرار گرفتن، اما زیاد کسی حرفشون رو باور نمی‌کرد. اما حالا از همون دخترها ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که حرفهای سحر قریشی رو تصدیق می‌کنه. حالا اما امروز خبرگزاری ترکیه‌ای گزارش داده پلیس این کشور در پی انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی و گزارش‌هایی که از فعالان حقوق زنان دریافت کرده، تحقیقاتش رو درباره منزل مسکونی امیر تتلو، خواننده معروف ایرانی، شروع کرده. خود امیر تتلو هم با انتشار پستی این مسئله رو تایید کرد. اون نوشته پلیس رفته در خونه من ایجاد ترس و استرس کرده. من خونه نبودم. گفتم اگه من نبودم بدونید. بنده 5-6 ساله بلکه بیشتر اینجا فقط تو خونه نشستم و کنسرت گذاشتم و زحمت کشیدم و حتی یه بیرون نرفتم. ولی 2 هفته بی خود زندان بودم و یه معذرت خواهی ازم نشد هیچ. یه چیزم بدهکار شدم هیچ. الانم پا شدن رفتم دم خونه من و به کارگری که تو خونمه استرس دادن. این یعنی چی؟ و اینجوری تایید کرد که پلیس به این پرونده وارد شده. در ادامه با هم ویدیوهایی رو که در فضای مجازی در مورد این آزار و اذیت‌ها در خونه وحشت تتلو منتشر شده رو می‌بینیم. نه دهنش دست نزن دیبا، تو بهش دست نزن، دخترها هستن تو بهش دست نزن، دهنشو بگیر. نه داداش بذار جیب بزنه، چیکار داری؟ اب نداره داداش، پلیس میاد دیگه. بیتن همه دخترها ایرانی همینه. باز الان آقا من هیچون رو میخوام بفرستم بیرون. نره بگه محض اون صورتتو نشونه ده بینم اون برو. همه جا سالم نیه. کست ننت خار، کست روانی دروغگو. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.